و جهاندار جهان آفرین، آغاز می کنیم برنامه نوبهار ساعت 6 به وقت تورنتوی کانادا از برای شبکه جهانی امید 24 و مصادف بر روزهای ماه مبارک رمضان، که امیدوار هستم این روزه ماه مبارک رمضان در کمال تصفیه و تسکیه نیات و اعمال و کردار بسر برسه و با عافیت بسر برسه از اینجا تا افغانستان عزیز. و امیدوار هستم از حوادث مرض جهانگیر و مرض تباهکن کرونا که سرتاسر بشریت را به کام نیستی و هلاکت میکشانه، تمام بشریت امیدوار هستم مسئول از این خطر عبور بکنن. این مرحله بسیار دشوار هم حیاتی هم اقتصادی و هم اجتماعی را، و امیدوار هستم که شما عزیزان در همه اکناف و احوال جهان بری از آفات ارضی و سماعی باشید. مرض کرونا که وقایعی عظیم در سرتاسر جهان چالش آفرین شده و در امی تورنتوی ما هم آمار و احصائیه ها روز به روز به تندی بالا میره و هشدارهای هست به مسئولین امور صحت و وقایه حفظ و صحت و شهروندان هر مملکت و خاصه این شهر تورنتو، که امیدوار هستم عزیزان ما با احتیاط کامل و نصایح و دساتیر و رهنمایی های مؤذفین مربوط صحت عامه و وقایه صحت گوش بتن و تخطی نکنن، که هم به جریمه های نقدی مواجه میشن و هم ضررشان و سرایت این مرض به دیگران هم نوعا خطر آفرین است. و اجازه بتین که ادای حرمت و احساس تکلیف در مقابل از او کسایی را که در سر تا سر جهان بشریت جانهای خود را به اثر مصاب شدن به این مرض از دست دادن اظهار غفران بکنم و درهای رحمت الهی را بر همه ساکنین بشری باز توقع و استدعا بکنم و در تمام جهان و خاصتاً بر افغانستان عزیز که به قرار احصائیه و حراس و نگرانی جهانی که بنابر عدم مراعات حفظ و صحه محیطی و عدم دسترسی به امکانات و چگونگی آلودگی های محیطی این ارقام روز به روز سیر صعودی می پیمایه، که امیدوار هستم تدابیر لازمه که از طرف موظفین بهداشتی صادر میشه او را دست کم نگیرن عزیزان ما، که ازدهام و تراکم نفوس خاصتا در بسا از ولایات افغانستان واقعا مرض را تسریع بخشیده و دامنه مرض و شیوع مرض به صورت روز افزون بالا میره. و عزیزان ما هم خاصتا شهر کابل که با تراکم نفوس، ازدیاد نفوس و 6-7 میلیون نفوسی که در کابل جای به جای هستن و از نگاه مسائل صحی هم امکانات آنچنانی لازم فراهم نیست که مصاب شدن زمینه هایش بسیار مساعد هست. و عرض تسلیت برای عزیزانی که در تورنتو و در کانادا و در امریکا، در اروپا، در افغانستان عزیزان خود را دست دادن و در امی هفته که گذشت در یکی هم دو هفته به غیر از اونایی که به مرگ طبیعی خود دایی اجل را لبیک گفتن
عده از عزیزان ما، از خواهران ما و برادران ما هم به اثر مصاب شدن به این مرض کرونا دایی اجل را لبی گفتن. بر از اونا عرض تسلیت دارم، روح از اونا را خلد بر این آرزو میکنم و به بازماندگانش که این مرگ واقعا یک نوع استثنایی تجربه ناشده هسته. شما همونطور که میبینین کرونا بسا سنت ها، بسا مسائل مذهبی، بسا اعتقادات دینی و بسا مسائل فرهنگی را، سنت ها را زیر سوال برده و بعضی وقتها گمان نمی کرد کسی که بنابر عقیدت و مسائل ایمانی که درب خانه خدا بنابر وقایع جان مخلوق خدا بسته شوه که این یک بنابر حکم شرعی هم جان مسلمان، جان انسان و جان دیگران در حفاظت بودن امر خداوند هست و این را باید اونایی که از امر خداوند و به بهانه خداجویی تخطی میکنن و این را نوع انگوی و شهامت دینی خود و با شهامت دوست داشتن دین و مذهب و سرسپردگی خود به اصطلاح اینا اصرار به اجتماعات میورزن، وقتی از این رسیده که مطابق به نرم و استانداردهای عقلی و خردی و تحکم عقل یک بازنگری بکنن، جهالت قرون وسطایی را کنار بگذارن و دامن خدا را از این تهمتها بری بسازن و از این آلودگی هایی که اینا با ذهن کور خود و با ایمان کودنی خود اجتماعات را برپا میکنن به نام خدا و به نام عبادت خدا، بیخبر از این که مخلوق خدا را به تباهی میکشانن و اونایی که بیشرمانه انصاریوار یا نیازیوار یا کسانی هم از این گوشه های مرفع و با تنعم خاویده و لمیده با پول ولفیر و سوسیال حکم تأیید روا بودن و ثواب بودن انصاری را پشتیبانی میکنن و پشتیبانه های فکری عقیم و تهجری از اونا هستن و از اینجا حکم اصدار میکنن که گویا آقای انصاری مرد خدا پرست مؤمن موحد است که بسا امی مؤمن ها، بسا امی موحد ها، بسا امی انگلیس هایی که در لباس امی انصاری هایی که در کارخانه به اصطلاح مغشویی سلفیت عربستان سعودی تحصیل کرده و با پشتیبانه های عظیم مادی گسیل شده تا ملت را به قهقرای قرون وسطا بکشانند و دین را مسخره بکنند و به ایمان و لباس مندرس به اصطلاح عقیم نازای منحط فکری ایمان را آرایش بتن. اینا باید به اثر روشنگری های موعظه های دینی مذهبی از بلندگوهای دینی و مذهبی باید تقبیه شوه و او گفتارهای از اینا بر موازین شرعی و حکم الهی باید دوباره بر ذهن عزی سوشماران و اجیران خارجی که اینا هم برادران تنبتن طالب و داعش هستند که در افغانستان و هم از مناره های تکبیر و از مناره های دین اصدار قتل عام مسلمانان را میتن و هیچگاه با کفار مواجه نشده مسلمان را به جرم حضور کفار از دم تیغ میکشند. در امی ماه رمضان ما شاهد امی حالت های دگرگون کننده و بسیار منزجر و بسیار تنفر آور و مشبعث کننده بودیم که با قاطعیت تمام این را تقبیح میکنیم و بر کسایی که در این راه هنوز گام های شیطانی و اهریمنی مگذارن باید این را خاطر نشار بسازیم که
نسل آگاه دین که در خط القاعده و داعش و طالب و بنیادگرایی های افراطی نیستن، اونا هنوز با لباس فاخر عقیدت تن برازنده و سر پرشکوهنده دارن که در مقابل شما بی محابا قد علم بکنن و این نشخارهای استعماری را از منبرهای دین این بلنگوها را با این بکشن تا اونا بدانن که جایگاهشان دیگر پیش قراولی دین و مذهب نیست و دیگر او مقتدیهای کورزین و که با تمام مسائل بیخبری می آمدن و شما اقتدا می کردن، دیگر امامت ها باید تغییر بکنه، امامت های عقل و باورمندی و خردمندی و ایمان باوری با عمو صفای نیت دینی باید امامت شوه، نه هر انگلیسی مآب، نه هر عربی مآب و سلفی مآب و وهابی مزاج. دیگر این امامت ها را باید از این صلاحیت ها فسخ صلاحیت شوند که تا بدانند جان عده از عزیزان من را در داخل افغانستان بسیار بیرحمانه کرونا میگیره و عده از جوانان ما، عده از سالخوردگان ما، عده از بلندگویان روشنگری ما، یاران نستوه رسانه‌ای ما یکا پشت دیگر بدام این مرض بل اثر امی بیمبالاتی ها و اصدار حکم های کهنه و فرسوده تاریخ جان از اینا در خطر میفته، بر از اینا صحت و صحتمندی کامل آرزو میکنم و اعاده صحتشان را هرچی زودتر و اثر تدابیری که باید ما به کار بندیم ایره آرزومند استم و بر وزیر صحت عامه بهداشت افغانستان که بسیار با امو توان فرسایی و طاقت فرسایی و با امو ایجاب رسالتی که بر از او است کار میکنه، ولی عده از کسایی که از بلندگوهای قدرت، از بلندگوهای مافیایی، از جایگاه های یک خائنین به وطن، خائنین به ایمان و در لباس گویا مجاهد خود را پیچاندن و امروز آمدن آقای فضل‌هادی مسلمیار که واقعا بعضی کسا توده ها را با امی حکمه های پسوند های مسلمیار و مجاهد و حقیار و اینا بهانه گرفتند و فریب دادند و امروز آقای مسلمیار، آقای پیروز وزیر صحت عامه و بهداشت افغانستان را استهزار کرده که گویا تو غفلت کردی و پولها را به هدر دادی. آقای مسلمیار این شهامت را کرده که در 20 سال اجارداری ریاست صنایع که یکسره در حکم آقای مسلمیار و حوالیونش هست، آیا آقای کرزی تانسته با پای محاکمه بکشانه که بر از او چند بار حکم خائن ملی سود صادر شده، آیا تانسته که نام شرم آور یک نوکر، یک غلام، یک برده، یک اجنبی مثل آقای کرزی را از فرودگاه بین المللی پر افتخار کابل پایان بکنه؟ این وظیفه شماست آقای مسلمیار که آقای زاخلوال دزد حرفوی را، آقای عطامد نور دزد کارکشته را، آقای اسماعیل خان همراه و حزبد جهادتان را و کسای مثل آقای اقیل حکیمی را، اینا را شما باید به میز محاکمه و به میز جنایت بار که حکم برتر از اونا صادر میکردین، اونا را به استیضاح میخواستین. شما از آقای اشرف غنی و آقای عبدالله را این جرأت میکردین که این استهزار را میکردین، نه از یک خدمتگار صادقی که امروز میخواید به افغانستان خدمت بکنه. مگر او هم رنگ شما نیست؟ مگر او هم تبار شما نیست؟ مگر او از جایگاه شما نیست که بر او رحم کردین؟ چرا بر ظاهر قدیر نتاختین
که از جایگاه شما است؟ چرا بر آقای زاخیلوان نساختین که از جایگاه شماست؟ اما تو چرا بر آقای سیاف و آقای اسماعیل خان نساختین که او به اصطلاح هم تنظیمی شماست؟ انسانی را که در جمع فساد پیشگان تانسته دامن پاک خود را بالا بکشه، او را آوردین محاکمه میکنین از خاطر که آقای پیروز گفته که شما غیر قانونی، غیر استحقاق و به زور مافیاییتان امو هلیکوپتر یا چرخبال را تا چپرهار بردین و از فامیل دیدن میکنین با استفاده از تمام امکانات دولتی خائنانه و کاذبانه حکم میکنین و حتما در خدمت شما آنچنانی که دیگر وزرا هستند، دیگر رؤسای جمهور هستند، اوتر خدمت شما را نکرده و زبانش گویا هست. شما برای هیچ کس جایگاهی نمیمانین. مثل شما کسای دیگه هستند که به دار تکفیر میبندن و امی چهار نفری که خدمتگار است، اینا هم شما اینا را به فرار مواجه میکنین. بناهن عزیزانی که آگاه هستند و میدانند که دیگر حکمای از این قبیل باید با روشنگری های تمام استار حکم بیافه و به عزیزانی که در شهر کانادا و در تورنتو هستن احتیاط لازم را، خاصتا افغانای عزیز ما که بعض وقت مراعات امو پرنسیب های وقایه را نمی کنن، در فروشگاه ها دست جمعی میرن یا بعضا بی مبالاتی ها می کنن و این را امیدوار استون در نظر داشته باشن که خطرات هنوز مرفوع نیست و خطرات به کلی خطهای سرخ دوباره به اصطلاح بین نرفته. با امی که انصاف بکنیم و این انصاف را در مورد و دولت کانادا از صدر اعظم که آقای نخست وزیر ترودو تشکر بکنیم، جامعه متشکر است، کانادایی ها متشکر است، تمام شهروند کانادایی ها متشکر است که به حیث یک انسان آگاه، خردمند، همپذیر و یک آدمی که در رأس یک حکومت سکولار قرار گرفته و تمیز می کند و رنگ سیاه و سفید و افغان و غیر افغان را نمیشناسه و از خود شهردار آنتاریو تورنتو تشکر و سپاسگزاری می کنیم، از آقای دگفورد، از آقای جان توری، از مراجع امنیتی، پلیس و اطفائیه و آتش نشانی، از همه کسانی که خاصتا از اونایی که در خط مقدم این جبهه نبرد هستند، از تمام اونای نرس ها و دکتران معالج که بی محابا هم قربانی میتن و هم میرن و جان انسان را وقایه میکنن و امی روز اول می روز کارگر که با پاس قدردانی، سپاسگزاری و ارزگزاری برای تک تک ای انسانهایی که شرافتشان، کرامتشان و لیاقتشان و درایتشان قابل قدر هست و امروز در بیمارستانها استادن و به اصطلاح حیات دیگران را به جان خود میخرن، امیدوار هستم که این روز قدرگزاری از اینا باشه و ما بر از اینا صحتمندی میخواییم و به همه افغانای عزیز ما که چی به مرگ طبیعی خود فوت کردن در این هفته اظهار تسلیت میکنیم و همه عزیزانی که به امی مرام مرض کرونا مصاب شدن و جان خود را از دست دادن، در پهلوی همه عزیزان خاصتا جوان ناکام هاشم جان علی کوزی که دوست دیرین همه و یار گرمابه و گلستان همه بود، روحش از بارگاه خداوند شاد میخوایم. بر فامیل های عزیز دیگری که هم آقای سنان و همطور به آقای عزیز شاه علوی که خانمشان به این مرض مصاب شدن و جان به جان آفرین، برای همه عزیزان و به آقای حاجی صاحب مظلومیار که رحلت کردن و برای خانواده آقای مظلومیار عطر تسلیت دارم که به مرض طبیعی خود جهان فانی را ودا گفتن، به همه عزیزانی که
خطر باید متوجه باشیم و بخواهی خطر را بکنیم که به امید خدا ما از این سرحدهای پرخطر و خیر و عافیت بگذاریم. میریم با ختم امی بخش میریم با بخش دوم با یک وقفه. On behalf of the Afghan communities and medias in Ontario, we would like to thank all levels of government for their financial support during this difficult time, including Prime Minister Justin Trudeau, Premier Doug Ford, and Mayor John Tory. We would also like to thank all first responders, doctors, frontline health workers, volunteers, and police for working day and night to save lives. To all the people out there who have lost a family member because of this deadly virus, we are extremely sorry for your loss. To all the people out there who are battling this virus, we are praying for you. And finally, to all Canadians, thank you for listening to the words of health officials and staying home. Together, we can and we will win this battle against COVID-19. Au nom des communautés et médias afghans en Ontario, nous tenons à remercier tous les niveaux du gouvernement pour leur aide financière pendant cette période difficile, y compris le Premier ministre Justin Trudeau, la Première Doug Ford et le maire John Tory. Nous aimerions aussi dire merci à tous les premiers intervenants, docteurs, les agents de santé de première ligne, les volontaires et les polices, pour travailler jour et nuit pour sauver les vies. À toutes les personnes qui ont perdu un membre de leur famille car cette maladie, nous sommes vraiment désolés pour vous. À toutes les personnes qui ont cette maladie, nous prions pour vous. Et finalement, à tous les Canadiens, merci pour écouter les mots des responsables de santé et rester à votre maison. Ensemble, nous allons et nous pouvons gagner cette bataille contre le COVID-19. Merci beaucoup and thank you. با عرض حرمت و سلام مجدد حضور عزیزان برنامه نوبهار از شهر تورنتو ساعت 6:47 به خود خدمت هستیم و به ادامه بخش قبلی امیدوار هستم حرف و حدیث پیرامون روزه ماه مبارک رمضان و وجائب مکلفیت ها و تکلیف های شرعی خود، ایمانی خود، انسانی خود، وجدانی خود که ما در قبال مردمان بی بضاعت، پافتاده، مردمان سالمند و مردمان هستیم، خواهران و برادران نوجوانانی که در افغانستان بیوه ها و یتیم ها، امیدوار هستم تنها آشامیدن و خوردن، دهان گرفتن و دهان بستن وجائب تکلیف های شرعی نیست، تنها این مکلفیت های در قبال داره و این یک رمز دهان بستن نیست که این باید ما بعضی ها فکر کردن که ما با این روزه گویا تمرین گرسنگی میکنیم تا از دل گرسنگان بیاییم. یک مقوله بسیار فرسوده و کهنه و از دیوان حق و عدالت به پایین افتاده است. شما هیچ وقت با یک روز گرسنگی که سحری هم مکلف خورده شده و افطاری هم با انواع و اقسام دسترخوان ها مزین هست و تا توانستیم بخوریم، چطور میتونیم از دل یک گرسنگی که در افغانستان با یک قرص نان و روزه را افطار میکنه، گاهی او هم هست و گاهی نیست. ما تشکر میکنم از همه کسایی که در افغانستان عزیز وجائب خود را، تکلیف های ایمانی خود را، وجدانی خود را با بذل، با مساعدت، با همون سرمایه هایی که به گمان اغلب بخش مهمش آذوقه امی یتیمها بوده که دزدیده شده، به سرقت برده شده و به نام تجار اگر هستند، به نام سرمایه دار اگر هستند، به هر نامی هستن و لقمنان خود را تقسیم میکنن با بیوه ها و با همسایه ها و گرسنه های خود، قابل سپاس هستن،
قابل تمجید هستند. خداوند اجر دارن نصیبشان بکنه، وجدانهای خود را آرام می سازن. اما بدا به حال او کسایی که با وجدانهای ملوث، با وجدانهای نارام و با وجدانهای کاذب و با وجدانهای فروخته شده، اما روزه بدهان روزه را افطار می کنن و از تکلیفهای دیگران بی خبر هستن، تو که از مهنت دیگران بی غم. نشاید که نامت دهند آدمی. بناهن اینجا آدم شدن و آدم بودن و انسان بودن چقدر مشکل هست و مکلفیت انسان بودن چقدر مشکل است. و امین لقد کرمنا بنی آدم، کرامت انسان را بنی آدم را دادیم. و ای آقای رسول عبدالرب رسول سیاف که نامش را آقای بعض وهابیون ایره و از عبدالرسول و عبدالرب تغییر دادن، و او حکم میکنه که در برگه آقای پرتو نادری خواندم که گویا در آخرت خداوند پسرانی که قاری هستند پدرانشان را به تاج کرامت مزین میکنه. آقای نادری نوشته کرده بود که مگر قرآن حکم نکرده که لقد کرمنا بنی آدم، کرامت دادیم آدم را، نگفت کرامت دادیم پسران قاری را، نگفت ما کرامت دادیم تنها ملای مسجد را یا قاری قرآن را. اونایی را کرامت دادیم که نام انسان را بر سرش گذاشتیم. کرمنا بنی آدم، اون که از آدم زاده شده. اگر ای گبر است، ترسا است، یهود است، نصارا است یا مسلمان است، دایره دین را به فتوای بعضی کسایی که خود را وارثان دین می دانند و خود را در جایگاه های نیمه خدایی قرار می دن و خود را مرجع تقلید می دانند، مرجع به اصطلاح فتوا و اصدار حکم می دانند، آیا وقت از این نیست که امامت های کاذب را یک طرف بگذاریم، از اون جماعت های بی دست و پای گوسفندی نباشیم که خدای ناخواسته بر ما گلگونه امامت بکنن، صدارت بکنن، ریاست بکنن، زعامت بکنن. این فرصت های به خود آمدن هست، روزه به خود آمدن هست. چگونه از حالت حیوانی به حالت انسانی، یعنی از خور و خواب و خشم و شهوت زبان میبندیم که از حیوان تمیز شویم. اما اگر جاه طلبی های حیوان، اگر شهوت رانی های حیوان و اگر فتواهای غیر انسانی جاری میکنیم، ما فرق ما به تنها و تکلم نیست، ما از نماز، از نگاه نیاز، ما گندیده نیاز هستیم، گندیده نماز هستیم. طاعت ما، عبادت ما تنهایی نیست که ما فتوا صادر کنیم، ما خود را دوست دین خطاب بکنیم و لقب بتیم، اما کاری بکنیم که دشمن دین نکرده. طالب هم همین حکم را صادر میکنه، طالب هم به دارالحفاظ جور میکنه، طالب هم تنها میخواد که تمام جوانان افغانستان قاری قرآن باشن. آیا آقای سیاف، شما در مسند امروز در زیر B52 شما خودتان بایش یک عجیب دین و مذهب شما نشستین، شما چیزی که امریکا میگه به غنی و عبدالله به اصطلاح وساطت میکنین، شما به حکم امریکا، شما به نوالی استعمار، به مو استعماره که شما گفتین که تا وقتی که یک کفردهی خاک باشه من دست از جهاد نمیکشم، دیدین که شما دست از جهاد کشیدین و آمدین در محراب کفر سجده کردین. شما یادتان رفته گفایتان؟ ببینین که حافظه تاریخ چقدر قوی است، ببینین که سلی تاریخ چقدر محکم است و چگونه بر روی کسایی که بی مبالات میخوره که در حقیقت امی تازیانه خداست. چشم اگر بینا بود هر روز روز محشر است. چشم نیازی ها و چشم انصاری ها و چشم کسانی که سیافوار کور هستند، کور دیانت هستند، کور بینا هستند، ولی دلشان کور است، دلشان تاریک است. ایمانی که از دل کور جوش بخوره او ایمان نیست. بنا آن
بزرگترین ناامنی میگن گرسنگی است. امروز در افغانستان اکثریت قاطع مظلوم گرسنه هستند، ولی اونایی که از دست دهانشان چیزی به صرفه میشه، چیزی میتونن آذوقه بکنن و چیزی میتونن روان بکنن، فرق نمیکنه. تشکر میکنم از تمام عزیزانی که از امی تورنتو، از امی امریکا، از امی کانادا بزل میکنن، دست به جیب میکنن و خرچ $10 یک بولانی است یا $15. شما میدانین دو تا بولانی برای ما و شما در اینجا فقط یک پیش افطار است، فقط یک چیزی هست که ما به حیث گویا اشتها آور یا اپیتایزر میخوریم، اما در اونجا دو دانه بولانی آذوقه 6 نفر روزدار یک شب است. بیاییم ببینیم که با امی دعوانی که هر روز صرفه بکنیم در یک ماه 300 افغانی میشه و 300 افغانی کفاره روزی شما است. این کفاره روزه را اگر به جیب ملا، به جیب مولوی، به جیب خطیبی که هم ملفیر میگیره، هم سوسیال میگیره، هم در ختم و در تراویح و در ختمه ها و در فاتحه ها به اصطلاح دقات پیسه میگن، باز هم برین امی فطر به جیب ازو بتین و همی توصیه میکنن که باید نماز امی صدقه فطر شما پیش از نماز داده شود. و دیدیم که دسترخوان ها و کچکول های فطر ملا یک طرف بوده و فطر افغانستان یا فطر روزه دیگه طرف بوده. اونایی که معذور هستن از روزه گرفتن، اونایی که نمیتونن بنابر ماضی شرعی روزه بگیرن، میتونن یک حبه و دینار به افغانستان، به فامیلای خود کمک بکنن، به اقاربتان، به هر کسی که اطمینان دارین پول شما را بر او بیوه و یتیم و مظلوم میرسانه، بر امور رحم بکنین. نبری ملا، نبری مولوی، نبری موعظه خان، نبری کسی که تا امروز قاتل ملت را صدایش را تقبیح نکرده، کشتارش را تقبیح نکرده. شما غیر از موعظه های تکراری، کرخت، بی جان، بی مسئولیت، بی مکلفیت، از اینا چی شنیدین؟ شما نه در سر قبر چیزی شنیدین که سزاوار میت بوده باشه، سزاوار روشنگری دین بوده باشه. تکرار به تکرار، باز هم در آخر یک صدرفه در جیب ملایی که عجب جفن گفتی، هزل گفتی. اینا را از این مقام ها زیر سوال ببریم، اینا را به چالش بکشیم، اینا بیاین. اینا در همین یک ماهی که تراویح نیست، جماعت نیست، چند نفر از اینا تانستن که بیاین از یک تربیون چگونگی دین و ادای تکلیف را که در صدقه فطر به من روا نیست، به اونو بیوزن افغانستان روا هست. امیر کی گفته؟ بناهن عزیزان، هموطنان، جای شک نیست که تورنتوی ما در مسائل کمک به افغانستان همیشه پیش قدم بوده، دین خود را همگی به زعم خود ادا کرده، چه مؤسسات بوده، چه نهادها بوده، چه نهادهای ورزشی بوده، چه نهادهای مذهبی بوده، همه دین خود را در قبال مردم ادا کردن. ولی یه فصل کرونایی یک فصل کاملا اختصاصی است، روزی امسال یک روزی اختصاصی است. امو دائم الصون افغانستان که یک ما اینجا به بسیار شوق روزه میگیریم، اما او 11 ماه بنابر اجبار روزه هسته، از دست حاکمان جبار، از دست کسانی که حقایشان را خوردن، از دست خائنینی که به هر نام و اسم میلیون ها دلارش گرفتن و به او یک قرص نان خیرات کردن. حقش کی خورده؟ حقش کسایی خورده که در اونجا خیانت کردن و در 4 دانگ دنیا، در 4 گوشه دنیا راحت کده ساختن. امروز شما دسترخان آقای مسلمی ها را دیدین، یک نمونه است. هنوز دسترخان اسماعیل خان و آقای عطامحمد نور شما ندیدین. شما ببینین از گل آقا شیرزویه که شیرزه که دسترخانی از او چی خواهد بود. میمون خانه های از اینا را دیدین، فرعونی دربار میکنن، فرعونی افطار میکنن. شما دیدین آقای مسلمیار
که دیگر جای در شکمش باقی نمونده. آنقدر گندیده و آماسیده هستن اینا که راه رفته نمیتونن. ولی هنوز هم پیشوای من و توست، پیشوای قوم من و توست، پیشوای دین و مذهب من و توست. ما مقلدش هستیم، ما پیروش هستیم، ما کورکورانه علمبردارشان در جامعه های روشن فکری بعض وقت هستیم به خاطر قومی. شما این دسترخوان های ماه رمضان اینا شرم نمیکنن وقتی که عکس برداری کسی میکنه؟ اینا حیا ندارن که این رواد بر رخ فیسبوک میمانن که آقای مسلمیار یا آقای فلانی و فلانی و مجاهدای کبیر افغانستان، خائنان کبیر افغانستان. شما در همین روزه امتحان خداوندی را چی دادین؟ هم دست بنده خدا در گردن و یخن شماست، هم دست پیغمبر و خدا در گردن شما است. شما خدا را فریب میدین. انی غوری های پر از پلو و چلو و انی گوسفند های بریان بره های کباب شده و این بر رخ یتیم ها میکشین و باز ادعا میکنین ما مسلمان هستیم، ما مجاهد هستیم، ما جهاد کردیم. جهاد او کسی کرده که شما او را امروز به دروازه تان اجازه دخول نمیتین. جهاد او مردم بی دست و پای کرده، مجاهد سرسپرده اوست که قربانی داده، خانه هایشان اقامتگاه و مرقد قبرستان عزیزانشان است. شما اونمو کسایی هستین که امروز از حق از اونا، از استحقاق از اونا که جهان برای شما داد، شما این قصرها را، این میمونخانه ها را، این کش و فش و این سلطنت های فرعونی را به جا کردین. عزیزان ما در تورنتو در صدد هستن، امی امید 24 در صدد هست، عزیزان دیگری که با ما تماس دارن که ما همیشه یک شبکه کم یا زیاد بودیم. ما در تماس هستیم با تلویزیون های آریانا، در تلویزیون های تولو و امیدوار هستم اونا برای حفظ شهرت خود تنها نخواهند که این کمک ها به نام از اونها، به اصطلاح اشتهارات از اونها باشه. کار خدایی هم فرصت بتن برای دیگران هم که ما همی کمک ها را روان بکنیم. امیال امید 24 مبالغی را جمع آوری کرده و ما به زودی زود اعلان میکنیم. اگر ما چینل توزیع کمک ها را در ماه رمضان میسر بکنیم، امیدوار هستیم که ما افطاری چند خانواده را حتی تا آخر ماه مبارک رمضان، خانواده های بی بضاعت را به اصطلاح با می کم ما و کرم از اونا، برگ سبز توفیه از اونا، ما از گناه های خود، ما از امی کمبودهای خود، ما از امی واقعا شرم و ساری هایی که در قبال امو بیوه ها داریم، او بی حیا و او مردم های دیده درای خائنی که حیا ندارن، اونا ایمان ندارن، اونا چیش دیده درا هستن، ما از اونا خط فکری ما، ایمان ما. من وقتی که آقای مسلمیار چند وقت پیش در تورنتو آمده بود، در مجلس امیر برش گوشزد کردم که گویا در شورای آسنا به همین مردم های بیرون مرزی حد که حرمت میشده که اینا او فروش هستن و نمیفهم مردم های هستن به مبالات هستن. به یقین کامل که بیرون مرزی ها مثل ای کسایی که در قماش چند تا دزد و رهزن آمدن و به نام روشن فکر در رده های بالا قرار گرفتن، خط فکری و خط ایمانی وجدانی و رسالت وطنی خود را از اونا به کلی این مردم جدا می دانن. من همونجا برای آقای مسلمیار گفتم که ما درست است پیزا دلیوری کردیم، ما درست است آشپزی کردیم، ما تاکسی درایوری کردیم، ما هر کاری میگین کردیم، ما تبنگ و بساط فروش هاداک گذاشتیم، ولی کاری که نکردیم، ما وطن را نفروختیم، ما وطن را و ایمان را مثل شما به امریکا و روس و انگلیس و استخبارات جهان نفروختیم. ما وطن را خائنانه در گرو نکردیم، ما برای وطن خود، برای مادر وطن خود جنایت نکردیم. ما در انینجا با فقر زندگی کردیم، با بزد بخورنمیری که اعاشه اطفال ما شده ما پیزا دریوری کردیم، ما با لسانس در آشپزخانه های هندی و پاکستانی رفتیم کار کردیم. اما صدای وطن را، صدای وطن
افغانستان را، صدای یلغار روس را، سرای صدای تهاجم روس را، جفای مجاهد را، جنایت طالب را همواره از امی تورنتو، از امی جهان طی مظاهرات بلند کردیم. آقای مسلمیار، ما را تفکیک کنین، ما را تفریق کنین از اونایی که به نام روشنفکر در پالوی شما آمدن و خائنترین روشنفکر برآمدن، وطن فروشترین روشنفکر برآمدن. ما را در مقیاس از اونا و در لباس منفور و در لباس چیرکین و خونینی از اونا که حق ملت خوردن حساب نکنین. ما با سر بلند، با ایمان استوار، با امو محبت وطن دوستی و بشریت خواهی ما زنده هستیم. و این صدای افشای چهره های روسیاه، چه روشن فکر باشه، چه مجاهد باشه، چه خلقی و پرچمی باشه و چه طالب باشه و چه دم و دستگاه 20 ساله خائن حواریون جیرخار امی 20 سال اخیر باشه، ما این صدا را بلند کردیم، اینمی دین را ادا کردیم. اگر می آمدیم در افغانستان، شاید مثل روشن فکران دیگر در دام امی شهوترانی های، امی جنایت ها و امی خیانت ها ما هم باید همرنگ شما می شدیم. چون در حمام بودیم، بی عرق نمی تانستیم براییم مثل که دیگران نتانستن براین. بهترین روشن فکرها رفتن آلوده شدن، چون دیدن که دستگاه آلوده است، دستگاه بدنام است، دستگاه پرفساد است، دستگاه وطن فروش است، دستگاه ایمان فروش است. از او خاطر اونا هم یا باید همرنگ جماعت می بودن یا ایست که رسوای عام و خاص می شدن، که آقای پیروز یکی از اون مثال هاست که آقای مسلمیار به محاکمه غیر انسانی و غیر ایمانی و غیر وجدانی کشانده. سر پیروز ها، سر کسانی که در افغانستان هنوز هم نفس ایمان و وجدان می کشن بلند باد. تا برنامه آینده که خدمت می رسم، رمضان بر شما راحت و ایمان روشنگر، ایمان روشن فکری و دیانتی که هر روز بتانه تغییر را در خود تقبل بکنه و از پیروی و از تقلید کورکورانه ایمان برش چراغ راه باشه. تا برنامه آینده همه را به خداوند لایزال مسپاریم. Yeah.